سلام دوستان، با آموزش کاربردی نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل با فرمت های شرطی آشنا شدیم و تونستیم با هم دیگه این علائم که اینجا میبینیم رو بسازیم. خب در این جلسه میخوایم با یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند اکسل برای گزارش گیری آشنا بشیم که اون پیوت تیبل ها هستن. پیوت تیبل ها معنی لغویش به فارسی میشه جداول چرخشی، که یه سری جدول‌ها رو در اختیار ما قرار میدن، همونطور که اینجا میبینین، که از اونا میتونیم واسه خلاصه کردن و استخراج یک سری گزارش از تیبل هایی که داریم، یعنی از یه جدولی که در جایی وجود داره استفاده کنیم. البته لزوما نباید حتما ماهیت جدول داشته باشه، میتونیم این یک محیط معمولی باشه و این اطلاعات رو بگیریم و پیوت تیبل رو ازش استخراج کنیم. ولی خب اگر جدول باشه، وقتی که اطلاعات به روز بشه و کم و زیاد بشه، با یک رفرش کردن هم پیوت تیبل آپدیت میشه. اما اگه یه ناحیه رو بگیریم، فقط تغییرات اون ناحیه توی پیوت تیبل در نظر میگیره. خب اینجا یک پیوت تیبل هستش. بیاییم ما هم یه پیوت تیبل شبیه این رو بسازیم و واسه گزارش گیری ازش استفاده کنیم. خب اول ببینیم چه گزارشی رو میخوایم بگیریم. این گزارش داره به ما نشون میده که در ماه 4 در سال 1394 هر یک از واحدها، واحد فروش، واحد فنی، واحد مالی و واحد مدیریت، خب بر اساس نوع شخص بعدش و تقسیم بندی میشه و بعد اشخاص، نام اشخاص رو میاریم. یعنی میگیم این شخص که به صورت پاره وقت در واحد فروش کار میکنه، مجموع زمان بودن در سازمانش چقدر بوده. پس من تمامی اشخاص رو میارم به تفکیک واحد و به تفکیک نوع شغلی که داره و مجموع زمانی که در سازمان بوده رو گزارش میکنم. خب این گزارش خیلی خوبه، ما میتونیم این گزارش رو پرینت بگیریم و به مدیر مربوطه اون واحد بدیم، یا اینکه به مدیرای ارشد حتی بدیم. ولی خب بیشتر این گزارش واسه مدیرای واحد مناسب هستش. یعنی من هر یک از این گزارش‌ها رو بخش بندی کنم و به مدیران بدم. خب بیاییم ما یه چنین گزارشی رو با هم استرخاش کنیم که ببینیم در هر ماه هر شخص چقدر در سازمان بودش. بیاییم به فایل اکسل تمرینیمون. خب من میخوام این گزارش رو از جدول اطلاعات خودم، دیتاهایی که وارد کردم، بگیرم. میام تو این جدولم، میرم تو تب اینزرت و در اینجا یه دونه پیوت تیبل دارم. در ریکامندد پیوت تیبل هم دارم. اگه این رو بزنیم، جدول پیشنهادی خودش رو میاره و میتونیم از اون انتخاب بکنیم که چه جور جدولی رو مناسب هست واسه ما. شاید مثلا این جدول بد نباشه، ولی همیشه مثلا اون چیزی که مد نظر اونه شاید اینجا پیدا نشه، مثلا همین جدولی که الان میخوایم بکشیم. بخاطر این مثلا یه پیوت تیبل شخصی و سفارشی درست کنم. واسه این کار این گزینه اول پیوت تیبل رو میزنیم. چون روی جدول وایساده بودم و پیوت تیبل رو زدم، به صورت خودکار رنج اونو متوجه شده و نوشته که اسم اون جدولمو که دیتا انتری تیبل هستش رو شناخته و گفته که رنجم این باشه، یا میتونین رنج رو تغییر بدین خودتون و یه ناحیه رو بگیرین. ولی خب من کل این جدول رو میخوام، پس با بروز شدن این جدول پیوت تیبلم هم باید بروز بشه. یوز ان اکسترنال دیتا سورس میتونه از یه فایلی رو من بیام انتخاب بکنم و کانکشنی با اون وصل کنم و از اون پیوت تیبلمو بگیرم. خب من از همین میخوام استفاده کنم و اطلاعاتی که دارم از خارج از اکسل من نیستش. بعد میاد میگه کجا میخوای پیوت تیبلتو قرار بدی؟ توی یه شیت جدید میخوای باشه یا یه شیتی که موجود هست؟ اگه اگزیتینگ شیت رو انتخاب کنم، میگه لوکیشنش رو انتخاب کن. من میتونم تو همین شیت بذارم یا بیام یه شیت یه شیت موجود رو دیگه رو بگیرم و بیام اونجا قرار بدم و اگر اینجا اوکی کنم دیتا تیبلم رو قرار میده. خب حالا من چون کلن تیبلامو پیوت تیبلامو واسه گزارش گیری توی شیت جداگونه درست کردم، اینجا یه دونه نیو شیت اول واسه پیوت تیبلم قرار میدم و اوکی میکنم و خودکار میاد یه دونه شیت جدید رو ایجاد میکنه و کنار این میندازه و پیوت تیبلمو اینجا قرار میده. این نمای اولیه پیوت تیبل یا جدول چرخشی هست. اول میام این شیتمو میذارم، این ورتر آخری میذارم، بعد اسمشو میکنم مثلا ریپورتس تیبلز که بدونم این شیت مخصوص جدول گزارش گیری هستش.
خب میام روی پیوت تیبل. اگه توجه کنین اگه از این ناحیه خارج بشین، این پیوت تیبل فیلدز من از بین میره این ناحیه. خب این ناحیه چیه؟ اینجا هستش که من میتونم پیوت تیبلم رو کنترل کنم که چه دایداهایی رو به من نشون بده. میتونم نماش رو عوض کنم، ولی خب نمای استاندارد رو من خودم عادت کردم و راحت تر هست باسم کار کردم. خب تو اینجا من تمام ستونهای جدولم رو به تفکیک میبینم. توجه کنین رو، پرسن نامبر، نیم. اگه بیاییم توی دیتا تیبل به ترتیب داریم تمام اینا رو بزنیم فیلتر بردارم که راحت تر ببینیم. تمام سرستونام اونجا میبینم. پس هر ستون یه دونه فیلد توی دیتا تیبل شناخته شده و با انتخاب اون در حقیقت من دیتاهای که موجود هست توی اون ستون رو وارد دیتا پیوت تیبل هم دارم میکنم و وارد بازی میکنم. خب برای اینکه گزارشم رو بگیرم، اولین قسمتی که میخوام پیوت تیبل هم نشون بده واحدا هستن. این یه اسلایسره که قبلا با هم اسلایسر رو دیده بودیم و حالا میخوایم ازشون استفاده کنیم و اینجا قرار بدیم که در آخر من فیلتر رو بذارم و قرار بدم. خب پس ابتدا میخوام بر اساس واحد نشون بده. پس ستون اول من باید واحد باشه. خب بیایم تو پیوت تیبل. اگر من این واحدم رو بیایم توی کجا واحد بخش سیکشن هم اینجا کلیک کنم، این به صورت خودکار تو یک کدوم از این چهار قسمتی که اینجا نشون داده شده اون فیلد منو قرار میده که حالا بر اساس تشخیصی که داده میاد توی روز قرار میده. حالا بیایم یه مقدار با این ناحیه آشنا بشیم. خب همونطور که گفتیم معنی پیوت تیبل جدول چرخشی هستش. مثل این میمونه که من این جدولمو بگیرم از چهار جهت مختلف انگار نگاه کنم. مثل طراحی‌ها که داریم چهار نما، انگار اینجا هم چهار نما دارم واسه یک جدول. خب حالا این چهار نما از قبیل فیلترز هستش که اگر من یک ستونی رو مثلا کجا سیکشنمو بیام به جای اینکه کلیک کنم حالا اینجا مستقیم بگیرم و بکشم بندازم تو فیلترز، میاد بر اساس آیتم های غیر تکراری موجود میگه میتونی توی جدولت فیلتر داشته باشی و فیلتر بکنی. خب این فیلترها حالا ما با همشون رو میبینیم و آشنا میشیم. بعد قسمت بعدی کالمز هستش، میادش به ازای هر کدوم از رکوردهای غیر تکراری یک سری ستون ایجاد میکنه. بیاییم با هم ببینیم. مثلا سیکشن رو من میگیرم میندازم اینجا. خب همونطور که میبینین ستون فروش، پس دیتای فروش که وجود داشتش و همون غیر تکراری ها رو فقط میاره، اینجا ستون ها رو میاره. حالا گرند توتال مجموع اونا رو میتونه نشون بده یا نه. خب و در قسمت بعدیش روز هستش که میاد سطر به ازای رکوردهای غیر تکراری تو اون ستون ایجاد میکنه که اینو دیده بودیم با هم دیگه که سطر رو داره ایجاد میکنه. حالا من میتونم از اینجا اگه بخوام بگیرم و مستقیم بندازم به نمای بعدی که ولیوز هستش که مقدار نشون میده بر اساس اون که حالا کاربردش رو میبینیم. پس فیلتر میکنه، ستون میسازه، سطر میسازه و مقدار نشون میده. خب من توی جدول خودم اینجا سطر داشتم، پس میام اینو سکشنمو توی سطر اولم قرار میدم که بهش میگم ستون واحدام. من میتونم این اسمی که رو لیبلز اینجا قرار داده به صورت خودکار رو تغییر بدم و تایپ کنم واحد مربوطه، یه واحد اسمشو بذارم. خب پس این واحد رو میتونم تغییر بدم. میتونم به انتخاب کنم که گرند توتال باشه یا نه. حالا توی جلوتر با هم میبینیم که دوست داریم باشه یا نه. تو قسمت بعدی بر اساس نوع شغلی که کارمند داره میخوام نشون بده. درسته؟ پس میام اینجا نوع شغلم رو انتخاب میکنم. Types of entity نه، Types of work. خب کلیک میکنم و خودکار میندازه توی روز. وقتی که اینو انتخاب کردش و انداخت توی روز، اگر توجه کنیم میاد بر اساس فروش میگه زیر مجموعش سطر بعدی، یعنی این زیر مجموعه سیکشن هستش، پاره وقت، تمام وقت و ثابته. دوباره واسه فنی من پاره وقت دارم، تمام وقت دارم، ثابت دارم و ساعتی هم دارم. تو واحد فروش پس کسی رو ندارم که به صورت ساعتی کار کنه. درسته؟ خب اینجا هم فقط تو مالی تمام وقت داشتم. پس زیر مجموعه اون رو قرار دادش. خب تو بعدی من نام خانوادگی رو میخوام نشون بدم. اینها هم همه ستونی هستش. یعنی من یک دونه ستون میخوام
که داشته باشم که نام خانوادگی هستش، که پس دیتاهای رکوردهای اونو میخوام توی سطرها قرار بدم دیگه اینطوری، درسته؟ پس میام اینجا هم دوباره نام خانوادگی رو به روز اضافه میکنم، میام اینجا نام خانوادگی رو فامیلی نیم رو اضافه میکنم به روز. خب اینجا دوباره میادش میگه تو پاره وقتها زیر مجموعش اینها هستن. خب این بر اساس ترتیبی که اینجا وجود داره داره این کار رو انجام میده. ناکه من روش کلیک میکنم میگه میتونم تغییرات خودم رو اعمال کنم. مثلا اگه من بخوام ببینم تو پاره وقت فروش دارم یا مثلا فنی دارم یا یه چیز دیگه، بذاریم فامیلی رو بردارم. خب میخوام برعکس نشون بده، بس سکشن رو بگیرم بیارم پایین این قرار بدم. بعد اون وقت میاد میگه تو بخش تو کارمنده پاره وقت واحد فروش وجود داره، فنی وجود داره، تمام وقتا فروش، فنی، مالی، مدیریت و غیره وجود داره، درسته؟ ولی خب ما قبلی رو لازم داشتیم. پس بر اساس ترتیب اونا من میتونم این کار رو انجام بدم. میتونم اینجا کلیک کنم روی این فلش کوچیک و مودان رو هم بزنم که این کار رو هم انجام بدم. خب فامیلی رو دوباره اضافه میکنم. حالا اینجا من تو ستون بعدی مقادیر رو دارم که مجموع زمان بودن در سازمان من هستش، درسته؟ پس من یه ستون دیگه لازم دارم که مقادیر رو به من نشون بده، values نشون بده. پس اینجا دیگه elapsed time که مجموع در حقیقت بازه زمانی بینشون بود دیگه rows نیستش. اگه من اینو انتخاب بکنم میاد به صورت خودکار فکر میکنه این تکست و تو روز قرار میده و میاد اینجا بر اساس ورودهای یعنی مقدار زمان بودن در هر روز بر اساس آقای جلیلیو واسه من داره نشون میده. خب این واسه من فایده نداره که ببینم روزانه هر کس چجوری باشه، انگار همون دیتا هامو دارم از اول میبینم و همینطور میاد پایین، درسته؟ خب من میخوام مجموع زمان حضور آقای جلیلیو ببینم دیگه. خب اینو میام میذارم چون مقادیر هست توی ولیوز. خب میام توی values قرار میدم، میاد یه ستون دیگه ای درست میکنه واسه من و نوشته count شمارش تعداد elapsed time ها رو. پس این داره شمارش میکنه الان تعداد دفعاتی که آقای جلیلی elapsed time داشت، یعنی زمان بازه زمانی رو داشتش تو اون جدول 31 بار بودش کلا. خب این واسه من مناسب نیست که الان count کنم، واسه من مجموع درسته، مجموع اون زمان رو میخوام دیگه. پس اگه من این کلیک این تیک کوچیک کنارش رو بذارم، خب value field setting رو بزنم، اینجا یه پنجره واسه من باز میشه که میتونم اول از همه اسمش رو تغییر بدم. میگم که اینجا مستقیم تغییر بدم، بیام اینجا تغییر بدم که می‌نویسم مجموع زمان حضور در سازمان. خب حالا میتونم اینجا میانگین بگیرم که بین گفتم میانگین زمان و حضور در سازمان. البته هر وقت که تغییر بدم یه اسم تغییر میمونه، کاش آخرش اینو درست میکردم. خب ماکسیموم مقدارشو یا مینیموم مقدار اون رو انجام بدم و غیره، موارد مختلفی که اینجا داره. سام یکی از پرکاربردترین بد کانت و بد اوریج. خب سام رو اینجا قرار میدم و دوباره مینویسم مجموع زمان حضور در سازمان. خب و اوکی میکنم. اینجا دیگه میاد مجموع اون رو قرار میده، میگه 26 ممیز 96 و خورده. خب یادمون هستش که من باید بیام کاستوم فرمت واسه اون قرار بدم. این به صورت جنرال مقدار زمانش رو تقسیم بر 24 اینجا داره قرار میده، درسته؟ من میخوام ساعتی قرار بدم. یادتونه که میمدیم اینجا و کاستومش رو درست میکرد. خب یه راهش اینه که مثلا من اینجا کلن بگیرم و کاستومش رو درست بکنم، یه راه منطقی تر، چون این پیوت تیبل در حال تغییر هستش دیتاهاش. یه راه منطقی تر اینه که من این رو دوباره بزنم برم تو value field setting. خب توی اینجا number format دارم، number format رو بزنم اینجا دیگه فرمتش رو میتونم و هر تغییری که توی پیوت تیبل انجام بشه دیگه با این سلول ها کاری نداره، خود پیوت تیبل داره میگه این ستون من چه فرمتی باشه و اینجا میام فرمت مد نظرم که این باشه رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم و دوباره اوکی میکنم و اینجا میاد میگه که مقدار حضور آقای جلیلی 154 ساعت و 17 دقیقه بودش. خب حالا بیایم یه مقدار درستش کنیم. من اینجا الان دیگه میخوام در حقیقت پیوت تیبلم ساختم گزارشی که میخوام، حالا میخوام
زیباسازیش رو انجام بدم. درسته، یک اینکه رنگ بندیش رو درست کنم، فرمتش رو درست کنم، و اینکه اینجا مرج باشه، اینجا مرج باشه و اینجا به ترتیب بیاد جلو. خب بیایم اینجا هم درست کنیم. برای این کار من دو تا تب، وقتی که روی دیتا پیوت تیبل هم هستم، دو تا تب رو دارم، یکی آنالایز هستش، یکی دیزاین هستش. توی دیزاین من میتونم طراحیش رو انجام بدم. خب وقتی که این رو بزنم، من یه دونه کاستوم داشتم که بهتون یاد داده بودم چجوری میتونین یه دونه تیبل رو کاستومش یه استایل واسش بسازین، یا میتونم از استایلای پیش فرضش استفاده کنم همونطور که اینجا میبینین، یا یه دونه کاستومی که از قبل ساخته بودم و اوکی کنم. خب فونتش هم کلا میکنم بی‌نظر. خب اصولا نباید اینطور باشه، ولی واسه اکسل من چون مشکل داشته باشه اینطور میشه. خب حالا دیزاینش رو بر اساس استایلی که داشتم انتخاب کردم و درست کردم. تو قسمت بعدی رو هیدرز هستش که میتونین، این دقیقا استایل های یه تیبل هستش که میبینین. خب توی تیبل ها ما اینو آشنا بودیم و میتونه مثلا به صورت یکی در میون خطاشو بذاره، یا مثلا این ستونشو فقط توصی بکنه و غیره. خب حالا توی قسمت این که من مجموعه رو میبینم، خب واسم مناسبه که ببینم مثلا فروش به طور مجموع چقدر داری یا نه، ولی من اینجا میخوام فقط به ازای هر شخص مجموعه اون رو ببینم. درسته کاربردی هست، اما چون من یه گزارش دیگه جداگونه دارم میگیرم و داره با نمودار یا حالا اصلا تیبلش رو ببینیم، دارم تو تیبل نشون میدم که هر واحد به صورت در مجموع چقدر داره تو سازمان کار میکنه. خب دیگه نیازی نیستش که من اینجا هم دوباره مجموع بذارم، پس میام اینجا مجموعش رو ور میدارم. خب اینجا من میتونم ساب توتالش رو کلن ور دارم، خب دوناتش رو ساب توتالز، بعد اینا زیر مجموعه دیگه، خب اینا رو ور میدارم. گراند توتال هم مجموعه کلشه، اگه بیایم پایین تر گراند توتال رو میتونیم ببینیم. خب میتونیم مجموعه گراند توتالش رو میتونیم اسمو تغییر بدیم، مثلا مجموع بذاریم دیگه. خب مشکلی نداره. حالا ولی من نمیخوام اینو ببرم گراند توتال، پس میام اینم آف میکنم و برداشته میشه. خب این یه قسمت تیبلم، پس اینجا با مجموعه میتونم کار کنم. حالا تو اینجا من با لایوتش میتونم کار کنم. اول از همه که بلانک نشون بده، مثلا اینجا نا کنیم بلانک ها هستن دیگه، یا بینشون بلانک ها رو نشون بده یا نه. من ریموو میکنم، اگه بلانک این وسط باشه دیگه نشون نده. این چون خود این بلانک نیست، این رو قرار داره میده دیگه، یعنی این بلانک نیست الان اینجا دیگه، ولی اگه کلش بلانک بود و برداشت. خب پس من به صورت کلی نمیخوام بلانک ها رو، یعنی خالیه ها رو نشون بده. حالا توی ریپورت لایوت، خب من چند نوع لایوت اینجا دارم. خب این حالت کامپکتشه، یعنی فشرده است، که من اینو بزنم این تغییر نمیکنه چون حالت فشرده هستش. بعدی شو این آوتلاین فرم، وقتی که اینو بزنم میاد زیر این رو خالی میکنه، درسته؟ و زیر اینم خالی میکنه و یکی یه دونه ستون هر کدوم رو اضافه میکنه وقتی که آوتلاین میذارم. خب تا الان بهتر شد، نزدیکتر شده دیگه، درسته؟ این تابلور فرم، وقتی که تابلور رو بزنم این پاره وقت هم میاره بالا دیگه، این خالیه های جلوش رو نشون نمیده، درسته؟ این خالیه هاشو برداشتش، این هم یه جورشه. خب do not repeat alt item میاد اینجا، اگه اینو بزنم به ازای هر کدوم اینا رو ریپیت میکنه، چون بعضی وقتا خوبه که من بدونم این فروش این پاره وقت این جلیلیه به این زمانه و اینطوری برم. همین الان خودش این یه گزارش بدی نیستش، گزارش خوبیه که میتونم برم، ولی خب یه ذره این تکرارش منو داره اذیت میکنه دیگه، میخوام تکراری نباشه. خب در این حالت ما اگر بیایم توی آنالایز، خب توی آپشنز، این واسه آپشن های کل پیوت تیبل من هست، اگه توی قسمت لایوت فرمت مرج رو بزنم، خب تیک کنم و اوکی کنم، میاد خودکار این قسمت ها رو بذار هر کدوم که هستش مرج میکنه و به راحتی من اینجا دیگه تیبلم دارم. فقط تنها چیزی که مونده اینه که من این علامت های مثبت رو نمیخوام داشته باشم تو همین قسمت آنالایز،
این باتن روزش رو بر میدارم و حالا هر دفعه که میام روی تیبلم نمیخوام این پیوت تیبل فیلز رو ببینم، این فیلزش هم بر میدارم. درسته؟ حالا اسامی رو درست میکنم، اینو میگم واحد من هستش، اینو میگم نوع کار هستش، اینو میگم نام خانوادگیه. دیدین چه سریع و راحت من تونستم یه گزارش بگیرم. حالا چیزی که میمونه اینه که من این گزارش رو به ازای هر ماه میخوام، این فیلدم رو میارم. یه روشش اینه که و اون سالی که هستش، الان اینجا من یه ذره جا کم دارم، حالا این رو اضافه کنم خودش جا میذاره. پس من میخوام فیلتر کنم دیتا هامو، میخوام دیتا هامو فیلتر کنم بر اساس ماه و ساعت. سال اول بر اساس سال و سپس بر اساس ماه. خب اینا رو که میذارم میاد دو تا سطر این بالا قرار میده که میتونم اینجا بر اساس سال که حالا فقط یه دونه 94 رو دارم فیلتر میکنم و بر اساس ماه هر کدوم که خواستم رو میتونم فیلتر کنم، مثلا ماه 3. خب حالا این گزارش من آماده است، فقط اینجا اسلایسرم میتونم استفاده کنم به جای اینکه من از این فیلتر رو استفاده کنم. چطور؟ اسلایسر رو قبلا با هم دیده بودیم دیگه. خب اسلایسر واسه کسی که کاربر این اکسل هست شاید راحت تر باشه که بیاد اینجا، خب فقط انتخاب بکنه دیگه، نیاد باز کنه فیلتر بکنه، بیاد انتخاب بکنه و اگه خاص همه نشون بده اینجا فیلترش رو باز کنه. درسته؟ پس اسلایسر راحت تره. خب من میام اینجا یه اسلایسرم واسهش میذارم. خب میام توی آنالایز اینزرت اسلایسر، خب بر اساس سال و ماه میخوام. درسته؟ پس دوتا رو میخوام دینه اصلا. اوکی میکنم، اسلایسرهای من قرار میده و من میتونم فرمت اون رو بر اساس استایلی که قبلا داشتم، کاستومی که درست کرده بودم، درست کنم. خب و بعد بیام اینجا اینو بکنم سال و اینو بکنم ماه. خب بعد میتونم اینو بذارم اینجا که این دیده نشه. خب قبل اینکه این کارو بکنم من میام اینجا یه فیلتر رو بهتون نشون بدم. ناکنین اینجا این فیلتر منم دو کردش، این یه جا دیگه کاربرد داره، منم بهتون نشون میدم. توی چارتی که در میارم من اینجا تاریخ گزارش گیری میخوام بذارم. خب این تاریخ گزارش گیری که حالا فرمول کانکاتینیت هم ازش استفاده کردم بهتون یاد میدم، میاد از این سلول که اینجا دو میشه تاریخ و سال من رو میخونه. خب تاریخ و سال من رو میخونه و اینجا میگه ماه 4 سال 1394 هستش، که دیگه وقتی من گزارش میخوام بگیرم اینجا تیبلم رو آپدیت میکنم، داشبوردم خودکار آپدیت میشه و تاریخ هم خودش نشون میده و من دیگه میام اینو اینجا میذارم فقط روی این که کاربر من نبینه. خب واسه زیبایی این کار میکنم. درسته؟ خب دیزاین اسلایسرها با خودتون، به خاطر اینکه یه مقدار زمانش طولانی میشه من زیاد دیزاینش نمی کنم. میام نکات بعدی رو بگم. خب میام مثلا چند تا کاله میکنم که دیده بشه. خب حالا میخوام اینو پرینت بگیرم بر فرض مثال. درسته؟ قبل اینکه حالا بگم پرینت بگیرم، ما اینجا یه شیتی درست کردم واسه ریپورت تیبلز، که این ریپورت تیبلز انواع اقسام تیبل های منو اینجا ناکنی قرار میده. خب من میام اون نکات مهمش رو با هم الان اینا رو همه رو توضیح میدیم و اونایی که هستش رو میگم مثلا شما به صورت تمرینی انجام میدین، اگه تکراری بود، اگه تکراری نبود توضیح میدم براتون. خب این داشبوردی که اینجا هستش از پیوت دیاگرام تهیه شده، که در جلسه بعدی بهتون میگم چجوری پیوت دیاگرام رو توضیح. خب هر پیوت دیاگرام از یه پیوت تیبل باید نشأت بگیره، بخاطر همین من به ازای هر کدوم از این نمودارهایی که اینجا دارم یه پیوت تیبل هم اینجا دارم، بخاطر همین من پیوت تیبل ها رو باید ایجاد بکنم. پس شما هم باید پیوت تیبل ها رو ایجاد کنید. ولی وقتی که من پیوت تیبل رو ایجاد کردم، بقیه رو نمیخوام بقیه توی پرینت هم باشه، اونا توی نمودارها دارن نشون داده میشن دیگه. درسته؟ خب توی نمودارها من اون پیوت ها هم دارم، ولی این یکی رو من نمودار واسش نکشیدم و فقط میخوام پرینت بگیرم و به هر واحد جداگونه پرینتش رو بدم بر فرض مثال. خب